سلام، من مارشال هستم. خوش اومدید به سری فیفا آلتیمیت تیم در راه قهرمانی. با این تیمی که دارید میبینید بیشترش بازیکنهای ارزونی هن که تا الان گرفتم و یه سری هاشون هم مثل مارو آفلینی از توی پک در آوردم، ولی گرونترین بازیکنم کلن میشه گفت لوکاکوه که با 6800 سکه خریداری کردم. میریم تا دیویژن یک تا ببینیم چی میشه. ببینیم سراغ اولین رقیبمون، یه دوستی که عاشق چلسیه، معلومه منیجرش مورینیوه، دفاعش کیهیل و جانتری سوپر کندن، تیم هاوارد دوازبان خوبیه و از اتو سولداداش معلومه که طرفدار سرعته، هرچند که این اتو دیگه اتوی سال قبل نیست، ولی محمد صلاح پیس خیلی بالایی داره. ببینیم چی کارش میتونیم بکنیم. 5 دقیقه اول بازی، من همیشه سعی میکنم که مرکز بازی رو به دست بگیرم. میبینید که پاسای کوتاه و سریع چقدر میتونه کارآمد باشه. اسکیلای زیبا از دروگبا و کابلا اولین گل رو میزنه و خیلی راحت جلو میافتیم. 5 دقیقه اول، گل اول، بازی ادامه پیدا میکنه و چند دقیقه میگذره، هنوز بازی دست ماه و حتی اجازه ندادم سانتی کازولای گرون قیمتش صاحب توپ بشه. ببینید کیهیل چقدر راحت اشتباه میکنه و پرس هایی که وارد میکنم بهشون اجازه نمیدم که بتونن زیاد حمله بکنن. انقدر فشار میارم تا وقتی که یا گل بخوره یا پنالتی بده. کیهیل اینجا پنالتی داد، پس یه پنالتی هم گیرمون اومد که دیدیر دروگبا، شاید خیلی ها نگیرنش به خاطر اینکه سرعت پایینی داره، ولی اینجوری گل میزنه. کار دو هیچ شد. یه جورایی معرفی بازیکنم هست. ببینید چقدر خوب پرس میکنیم از همون مثلا نمی... بله یه پاس طولی خوب، ولی تیم هاوارد هم کلاس متفاوتی داره توی دروازه‌بانی. یه دونه موقعیت گیرش اومد که اونم اینجوری خراب کرد، هرچند که آفساید بود. من دلم سوخت براش، گفتم اقلا اینو نشون بدم. نیمه اول دویش تموم شد، نیمه دوم خیلی سریع شروع کردم. ببینید میکل آرتتا چقدر کنترل توپش اینجا خوبه و چقدر دریبلینگ رافائل خوبه، قشنگ کنترل میکنه توپو. فلینی عالی بازی میکنه، مخصوصا اینجور پاساش و یه دونه پاس به بیرون قشنگ از لوکاکو باعث میشه که فلینی گل سوم تیم ما رو هم بزنه. بالاخره توپ به این محمد، نه توپ سولدادو گرون قیمتش میرسه، ولی بازم کاری نمیکنه، سعی میکنه یکی کم سکت که مقدار حمله کنه، ولی من جاش بودم این حمله ها رو نمیزدم، چون ضد حمله هاش یکم براش میتونه خرج برداره. مثل همینجا که لوکاکو اینطوری سه تا بازیکن رو با هم دریبل کرد و زد تو گل. 4-0 دیگه تقریبا کار تمام شد. نکته جالب اینه که بعد اینکه 3-4 تا گل میخورن دیگه یه دل سرد میشن، یه نمه، و باعث میشه که بتونیم از این کار قشنگ میکنیم، هرچند که حیف که گل نشد. بازم دست بردار نبودم و یه جوری هوس کردم که تا تهش بازی کنم و تا تهش برای گلزنی تلاش کنم. چقدر این لوکاکو خوبه، چقدر این لوکاکو خوبه، چقدر این لوکاکو خوبه. بریم صحنه بعدی. چقدر این لوکاکو خوبه. آخرای بازی بود بنده خدا دیگه سعی کرد بعد. بازی اول تموم شد، سنتوز خیلی راحتی رو گرفتیم. بهترین بازیکن زمین لوکاکو شد. لیست بازیکنان این بعد لیست بازیکنان حریف رو میبینید. اینجا میتونید سفر رو پاس کنید و کیفیت بازیکنان رو با هم مقایسه کنید. تیم بعدی اون یه دوستی که طرفدار فنرباهچه است خیلی و هافبک های پرسرعتی مثل جروینیو داره و کلینی هم تو تیمش داشت، یعنی بازیکنان گرون قیمتی داره. من لیست بازیکناش رو آخر هر مچ بهتون نشون میدم. شوتای خوب از کوادرادو دفاع میکنیم. اینجا یک حرکت جالبی که شما هم میتونید از این تکنیک استفاده کنید. ولی حیف که بارزالی جلوی تو یه دفاعی واقعا خوبی داشت. بارزالی و کیلینی بود دفاعش که خیلی قیمتی هستن، اما بالاخره ما نتونستیم دروازه‌شون رو باز بکنیم و بازی ادامه پیدا کرد. یه بازی کنیم مثل کارلوس تیوز داره. این کارلوس تیوز واقعا کشنده است. همونطور که اینجا شمایکل رو هم رد کرد ولی زد بیرون. این کسپر شمایکل پسر پیتر شمایکل، تنها دلیلی که خریدمش همین بود، یعنی اصلا با استاتساش کاری نداشتم. آرتور ویدال داره، ایبارگو داره، ولی هنوز نتونست دروازه ما رو باز کنه. تا وقتی که سوتی کسپر شمایکل داد
ها رو یکی کردن. من یکم دیگه سعی کردم حمله کنم به زور با تکنیک های کابلا، ولی آرتور ویدال واقعا خوب دفاع میکنه و قیمتش هم خیلی خوبه، کلا ویدال خیلی خوبه. اینجا هم باز ویدال بود که حرکت شروع کرد، دقیقه آخر بازی ویکتور ایباربو که میدوه دیگه بهتر بی خیال شید. حتی راههایی برای دفاع کردن داره، ولی اصولا وقتی عقبی دقیقه 90 زیاد دفاع جز گزینه‌هاتون نیست. امیدوار بودم بازی تموم بشه ولی این پایان کار نبود و گل سوم هم کارلوس توز زد تا دابل کنه و روز داغون ما تموم نشه. اینم سوت پایان بازی، 90 دقیقه 3 تا گل خوردیم بازی دوم. کارلوس توز و ایباربو کار خودشونو کردن. این تیم منه و اینم تیم حریفم، چون که بازیکن قیمتی مثل ویدال، کوادرادو که وحشتناک گرونه، کیلینی و خب دیگه کارش نمیشد کرد، بازیکناش واقعا بهتر بودن. ببین بازی آخر بازی سوم ببینیم چه خبره. کیمیستری 98، اون یورهان مولو داره، یورهان مولو همون هافبک چپش اسکیلای بالایی داره و ماندانا هم دروازه‌بان خوبیه، اما ببینیم که چیکارش کردیم این بازیکن رو. همون لحظه چند تا دریبل خیلی شیک و قشنگ با کابلا میاریم گوشه زمین، کلن محوطه جریمه رو خوب به هم میزنه کابلا و درودوا هم که استاد تموم کردن اینجور توپای. کابلا ادامه میده و انقدر اسکیل میزنیم تا خودش یه جورایی دیگه بره بیرون. همینجور اسکیل ها ادامه میدن، سه نفر جا میزنه، نفر چهارم هم جا میزنه، نفر پنجم هم جا میزنه، ولی حیف که گل نشد. توپا خیلی دوست دارم گل بشن ولی گاهن نمیزن. صحنه کورنرش مهم نیست، بعد کورنرش که مهمه. اینجوری پاسش نمیده، هررا با یه رولت سه نفر رو جا گذاره. فکر کنید در مورد این بازی کنید، فکر کنید در مورد هررا، خیلی ارزونه، خیلی ارزونه و از اون حرکت هم میکنه. بازم دوباره حرکت قشنگ گوشه های زمین پاس فوق، چقدر شیک بود این گل، چقدر این گل شیک بود، چقدر این گل شیک بود. حیف اینا رو با شما دوستان شیر نکنیم. عادل طرف تو این بازی رسید، من این طرف هم دارم که خیلی بازی کنه خوبی، اصلا 5 ستاره است. یه غلطی کردیم دوستمون، یه گل زد با شروع نیمه دوم. دلیل اینکه کات نکنم، کات نمی کنم صحنه رو اینه، چون که ادامهش یه حرکت جالبتر من بهش جواب دادم. رتبه پاس به عقب فلینی فوق‌العاده، فلینی استاده، فلینی یه دونه باشه، فلینی آقاه، فلینی آدم قشنگه، کار های لوکاکو گل میزنه یادتون باشه. کار 4-1 شد، ادامه دادیم بازی تموم نشده، تازه طرف داره گرم میکنه. دوز اول یه جلو، دوز دوم یه جلو، اجالت نکش، دوز سوم بیاید بیاید، زود باشید زود باشید، بیاید بیاید، دیریب چهارم و پنجم و شیشم. ولی هیف ماندان به دوازمان خوبیه، یکم دیگه سعی کرد همچین زود زد، یه گولم زد، بازی 4-2 شد. اما اشکالی نداره چون که با این کورنر قشنگ، پاس قشنگ هررا به پپه، پپه رو ببینید که اونجا چقدر خوبه، پپه رفتن بخرید. اینجاها هم دیگه من حمله کردم، باز یکم فلینی اومد جلو، دروازه‌بان رو دریپ کرد، فلینی همه رو دریپ کرد و دیگه خودم نمیدونم چجوری اون کارو کردم. من اینجا یکم میخوام عصبانی شد، دیگه ریش بود کرد از اون کارش. نمره بود کنه من رو میدونید و بود کنه اون مقایسه کنید یه بایی چیده بود. سکه های سویت و شیرینش رو هم میگیریم. این آخرین بازی امروز رو 6 امتیاز داریم، 7 بازی مونده و برای تایتل گرفتن باید 6 امتیاز بگیریم. ممنون که در این قسمت اول این سری با من بودید. اگه که استقبال بشه بیشتر در این مورد ویدیو میذارم. Alien Isolation هم سر جاش نگران نباشید. تا قسمت بعدی در راه پیروزی